کارهای متمدنانه، کارهای جدید، اینها به فرهنگم کمک میکنه. در زمانی که اینترنت و نمیدونم فیسبوک و توییتر و این ارتباطات و این ماهواره ها و اینا هستند، این دوتا پارچه نوشتن و اینا خیلی فکر نکنم کاری باشه، جز اینکه خرجش زیاده. من بعضی وقتا فکر میکنم، یعنی تهران که بود رفته بودم به یکی از دوستان گفتم، فکر کنم روز معلم بود اون روز، در هر 5 متر به 5 متری به یه تیر چراغ برق یه پارچه با ارتفاع 3 متر و عرض مثلا 1.5 متر 2 متر از طرف شهرداری بود و گفتن در تمام ایران امروز چنین پارچه‌ای هست. پارچه ها اصلا قیمتش میزد و این حتما یه کمپانی هست که این کارو میکنه. هفته بعدش روز بدم پدر، هفته بعدش نمیدونم سالگرد چی. آقا این کار نمیبینید هیچ نتیجه ای نداده؟ اما این کارهای سطحی فرهنگی به اعتقاد من بیشترش حاصل یکی بیسوادی دست اندر کاران است و یکی پاچه‌خواری قدرت. شاید خودشون هم میدونن که تأثیری نداره، اما سطحی بودن کارهای فرهنگی قطعا ناشی از یکی از اینا یا هر دوی اینها هست. یادتونه یه آقای دکتری بود توی برنامه ورش و مردم اومده بود، حالا ایشان یک کارهای دیگر هم به زبون به اصطلاح انگلیسی هم انجام میده. این سطحی نگری بررسی و تحلیل کارهای فرهنگی. شما خب در رشته تخصصتون که در دانشگاه تدریس می‌کنید، من پروژه‌تون رو دیدم، جامعه شناسی ورزشی است. پیروزی دیشب والیبال ما یکی از نقاط عطف در تاریخ ورزش ما، حالا دلایل مختلف داره از نظر ورزشی فنی، ولی یه چیزی که در پیام مقام معظم رهبری بسیار بسیار نفیس و گرانقدر بایستی مورد توجه قرار بگیره، ایشون تقدیر کردن از والیبالیست سرعت انتقال توپو میدیدی دیگه، وقتی اینا انسداد ناهمانگی عضلات دست و پا را در وقت اول دیدی، خب بلافاصله میدید که فشار روانی ایجاد شده بود، مورد سیستم شناختی عقلیشون یه مقدار مختل شده بود، سیستم هوشمندیشون ببینیم حاکم میشه، مردم انتظار موفقیت برای پیروزی میخواستن و والیبالیست ها اونم دیدن که ارزیابی یه موقعیت ویژه است برای پیروزی و قاعدتا باید پیروز بشن، چون اینا فوتبال رو بذاریم کنار، ما مقایسه کنیم با فوتبال، اینا قوانین و رشته را رعایت میکنن. یعنی اخلاق یعنی چی؟ توانی نباشه، رشوه نباشه، آموزش مستمر، اجرای قاطع مهارت ها، رفتار قاطع. وقتی این کارا را انجام دادن قهرمان شدن، قهرمان پرچم پر افتخار ایران دیدید اونجا برافراشته شد تو دست بچه ها، نماد قدرت ایرانیا، نماد جوانمردی ایرانیا، همه شاد شدن، رفاق، یگانگی، همبستگی اجتماعی. هفته گذشته در برنامه 90 صحبت از شبکه‌های اجتماعی تحصیل کرده توسط آقای قدیمی شد. That the 14 International Inter-University Games has successfully and peacefully come to an end. And as ever before, there were fair competitions whose social relations, friendship and peace among the participants. It's a special moment, so take the pictures necessary.